بازم خوش آمدین در این بخش برنامه با نو شبنم نیازی همراه ما هستند، متشبث جوان و کارها و فعالیت‌های در قسمت رشد بانوان کردن و ما می‌خواهیم از کارهایشان با خبر شویم. یک چند مدت به افغانستان نبودن، به بیرون از افغانستان به آمریکا زندگی می‌کردند. اینکه از آمریکا چی قصه ها و چی گفته هایی داره، چرا آمریکا رفتن و چرا دوباره پس کابل آمدن و یا هم به خاطر رشد بانوان رفتن که کارهای برای زنان و خانم ها در طرف آمریکا بکنن. خیلی خوش آمدین، سلام، صبح شما بخیر بانو نیازی. سلام به شما و سلام به همه بیننده شما و واقعا میخوایم که صبح بخیری بکنیم به همه بینندهتان و امید که یک صبح بسیار خوب و خوش را آغاز کنند. بخیر باشید بان نیازی. در آغاز میخوایم بپرسم که مدت هاست نیستین به کابل و مدت هاست که سرگردان تهیه کننده برنامه میگردن که شما رو پیدا بکنن. کجا بوده؟ چرا نیستین؟ حالا هم کارهایتان ادامه دار نداره؟ روی کدام کارها زیادتر کار میکنین؟ ما فراجان گان سفره خارجی خود داشتیم، تقریبا هم شخصی بود و هم رسمی بود سفر ما. بله، دیگه آمدم دوباره افغانستان. بسیار دیر میشه که ما افغانستان هستم، اینجا بعض فعالیت های خودم رو داشتیم. ما میخواییم که از فعالیت هایتان در افغانستان بپرسم، در کابل بپرسم، فعلا مصروف چی کار بار هستید، چی میکنید؟ ما خو دو سالون ما رو خوشاید بودند که ما سالون های خود جور کردیم و در پالیش فعلا ما یک دستگاه خیاطی جور کردیم، یعنی دستگاه خیاطی کلان که ما میخواییم اونجا لباس های برند خود ما تولید کنیم و اونجا کل زن ها و یا کارمند ها و یا چی میباشن، کارمند های ما زن ها میباشن. چرا همیشه شما علاقه مند هستین که به خانم ها کار بکنین؟ ما مراکز را که قبلا هم داشتید دیدیم، بله، بخاطر سهولت های به بانوان یا به خانم ها بوده. دلیل در چی است که تنها مختص به خانم ها کار میکنین؟ اعتراض که دلیل خاص ندارم، فقط چون از شروع و از آغاز ما کار خود که شروع کردم در افغانستان، یعنی بر خانم ها بود، اما تو پیش رفتم و خوش هستم، راحت هستم امرای خانم ها، واقعا امرایشان راحت هستم وقتی کار میکنم. بسیار خوب، پلان های بعدی چی است؟ چی کارهایی را میخواین که انجام بدین؟ دوباره به آمریکا میرید نمیرید؟ اگر اونجا برین میمانین یا دوباره پس افغانستان هم خواهد آمدین؟ به منظور از اینکه شما یکی از کسایی هستین که همیشه در رسانه ها شاهد بودیم کارها و فعالیت های شما رو به تصویر کشیدن، کارهای زیاد انجام دادید. اگر قرار باشه که نباشید، بالاخره شاید یک کمپانی سقوط بکنه، شاید یک بزنس نباشه به خانمایی که شما برش کار میکنید. لطفتان است فراد جان. دیگه خب بعض کارها رو واقعا شروع کردیم، ولی نه فراد جان، من کارهای خود ادامه میتم، ادامه دادارستم و بسیار خوبی. خب بعض سفرها آدم میداشته باشه، بسیار خوب است که ما سفر خارجی داشته باشیم، ما اونجا بریم یکان کارهای نو ببینیم، یکان کارهای جدید ببینیم و بیم در افغانستان، چون در افغانستان فعلا کل چیز نو است. دیگه به این خاطر یک بعض سفرها با میداشته باشم، فقط میخوایم یکان چیز تجربه کنم از بیرون از افغانستان، ولی کار بارم در داخل افغانستان است. رشد خانم ها رو در یه آخر چیگونه هم شما میبینید؟ شاید هستین که مثل شما دیگه خانم هم هستن که به خاطر زنها کار میکنن در افغانستان، چقدر مؤثر میبینید؟ چقدر حمایت شده از طرف حکومت که تقریبا اکثریت میگن مرد سالار است که نخیر مرد سالار نیست، میبینیم که دوش و دوش خانم هم کار میکنن. بله بله، خب اطراز که ما را دولت هیچ همکاری نمیکنه، هیچ همکاری نکده، یعنی ما هیچ همکاری ندیدیم از دولت. ما شخصا ما خودم از بودجه شخصی خود شروع کردیم و پیش رفتیم تا به حال. یعنی وقت جوازنامه میگیرید، وقت لسنس میگیرید به خاطر بله. کار باید امو مقدار پول را که یک آقا بپردازه به خاطر بزنس، خانم هم باید بپردازه بله. که پیش بره کار خود انجام بده. بله. رشد خانم ها چیگونه است در یه آخر؟ آیا رشد چشمگیری از خانم ها را میبینید نمیبینید شما؟ اطرس فراجان که رشد خانم ها خوب است، به شرطی که ما رشد کردن بانن. یعنی کسایی است که بالاخره مداخله میکنن و نمیگذارن که خانما و یا بانوان رشد بکنن. خب 100%، چون که اتر یک وضعیت ما نداریم که بتانیم کاملا، یعنی 100% مطمئن ما کار کنیم. یعنی اگر ما کار بارم میکنیم، شاید 50% خواست خود ما باشه و 50% هم یک فشار، یک چیز از یک طرف. چون مشکلات و پرابلم هست هنوز.
امایت از طرف فامیل، از طرف بله. رئیس خانواده که پدرجان است، مادرجان است، کسای دیگه بله، که بله. اعضای فامیل هستند، چیگونه است؟ از آغاز حمایت کردن یا یک مدت شما نشان دادید که کارهای فوق‌العاده به زنها میتونید، بعدش اونا حمایت کردن؟ ما چون بسیار خرد بودم که ما کار شروع کردم و خوشبختانه که فامیل ما هیچ مشکل تا به حال امرای کار بزنس ما هیچ نداشتن و آنوز ما را زیاد تشویق هم میکنن و از شروع تشویق کردن تا به حال و یگانه سپورتر من پدرجانم است که ما را میشه کمک میکنن، سپورت میکنن، دیگه میشه هستن امرایم. بسیار عالی. تشکر با نیازی از اینکه دعوت ما را پذیرفتید آمدید به برنامه ما، خیلی افتخار بخشیدین. در آخر اگر کدام پیام گفتنی خاص به مردم افغانستان داشته باشید در خدمت. تشکر از شما و تشکر از اینکه وقت دادین در برنامه بسیار زیبایتان. دیگه گفتنی خاص ندارم، فقط یگانه گفتنی ما اینمی است که ما واقعا میخوایم که مردم ما چی میگه همدست یکی دیگر شوند، همراه یکی دیگر شوند، بله، یا دیگر کوشش کنند که یکی دیگر همیشه همراهی کنند. بخیر باشید، تشکر. سلامت باشید. تشکر از شما هموطنهای خوبم که تا حال همراه ما بودین. برنامه سلام زندگی را تعقیب میکنیم به طور زنده و مستقیم. دقایق آخر برنامه است، حال میریم یک وقفه بسیار کوتاه میگیریم، دوباره زود برمیگردیم. وقت برگشتیم موضوعات مختلف دیگه هم باقی مانده که حضورتان تقدیم میکنیم.